بیندای گرامی با تاسف که لین ما با آقای پکتیاوال قطع شد، ولی در پروگرام های بعدی تلاش میکنیم که اونا رو بیاریم و صحبت های خود داشته باشن. فعلا ما بلین تلفن یک تن از صاحب نظران مطری در سطح کشور خود داریم که آقای احمد سیدی هستن که همگی با نام از اونا آشنا هستن. جناب سیدی صاحب، برای شما سلام تقدیم میکنم. لطف میکنین، مرحمت داریم، سلام ما رو قبول کنید. سلامت باشین جناب سیدی صاحب. اگر سوال حوال خود از مسائل سیاسی افغانستان مطرح بسازیم، هی خود باشه که دائمی چند روز یک آیت حقیقتیاب به داخل افغانستان آمدند که از وزیر خارجه ایتالیا است و آقای خلیلزاد است. شما همین هدف کلی سفر از اینا رو به افغانستان یک توضیح مختصر اگر برای بینندگان گرامی بدین. ما دیروز با این هیئت اقلیتیابی که از طرف ملل متحد آمده که 15 عضو هستن، که 5 عضو ویزی اعضای دائمی هستن، یعنی در ملل متحد حق ویتو را دارن، و 10 عضو دیگه از اونا از کشورهای مختلف هستن، ما دیروز با اونا ملاقاتی داشتیم در سفارت امریکا. البته من بودم، آقای وحید مژده بود، داد نورانی بود، خانم کوفی بود، زیار افت بود، یک تا دوستای دیگه بودن. ما با اونا ملاقات داشتیم، تایی ملاقات 3 ساعته دوستا وعد افغانستان برای اونا تشریح کردیم و اونا هم آگاهی داشتن. هدف از این بود که اونا میخوان ارزیابی کنن که تایی 7 سالی که از حضور قوتهای خارجی یا کمک های جامعه جهانی به افغانستان میگذره، روی چی دلیل و چی علتی تا هنوز مردم افغانستان نتانستن سر پا خواستا چند. هر روز وضع امنیت خراب شده میره و هر روز مردم محتاج‌تر میشن، رشوت، اختلاس، عدم درایت به بی‌کفایتی هر روز کشور تهدید میکنه و کشور بحران به طرفی میره که همه کس ناامید ساخته. موضوعات ما با اونا تشریح کردیم، اونا با ما هم نوا بودن، گفتن که جامعه جهانی هم نهایت به تشویش است، شورای امنیت و ملل متحد تشویش داره و بالاخره گفتن ما به این خاطر به این ارزیابی آمدیم، به هیئت تداوی آمدیم که شورای سازمان ملل متحد و امریکا میخواهند در مورد افغانستان یک استراتژی نوی را مطرح کنند و تغییر استراتژی بدن. بنابراین ما دیدگاهایی را که جمع‌آوری میکنیم بعد از سفر کابل و هرات، دیدگاه‌های ما شامل اجندایی که بعداً به خاطر اوضوع استراتژی ساخته میشه، ما شامل اوضوع اجندا میسازیم. چی نوع استراتژی را اینا پیش خواد گرفتن جناب سیدی صاحب؟ اینا در استراتژی ها گفتن که حالا به ملل متحد ثابت شده، برای امریکا ثابت شده که سیاست هایی که طی 6 سال و چندی در افغانستان به کار برده شده، سیاست های نادرستی بوده، سیاست های کارآمدی نبوده. بله. و بحران افغانستان هم به نظر زیرای تو نبود که تنها بودی بیرونی داشته باشه، بی‌کفایت ها و عدم مدیریت ناسالم در افغانستان، اینا دست به هم دادم که بحرانی را به بار آورده. اونا با ما توافق داشتن. امروز صحبت هایی که ما با اونا داشته بودیم در کابل در مطبوعات انعکاس یافته و در سایت های خبری هم آمده. بعدن از ما تقاضا کردن که دیدگاه خود فردا یا دیگه فردا به اونا میفرست و تعهدی که به ما کردن که ما تنها به حکومت افغانستان نمیبینیم، به همه، به اعضای جامعه مدنی، مردم افغانستان، نیروهای ملی مترقی، اعضا و سازمانهای مختلف ما میبینیم. این وعده را به ما کردن، ولی معترف بودن با غلطی های جامعه جهانی و غلطی های که حکومت افغانستان طی این 5-6 سال مرتکب شده. استاد جناب سیدی صاحب تشکر. بینده گرامی، من وقت استاد میگم با این خاطر که جناب سیدی صاحب در سال 54 به صنف دهم مکتب استاد ما بودن و ما یک تن از شاگردای جناب سیدی صاحب هستیم. سیدی صاحب، ما در یکی از نشتهای رزاق مامون نویسنده بسیار خوب کشور خواندم که امریکا به تشویش افتاده از این که میبینه که در مقابل سیاست های انگلیس کمی ناتوان شده و میخواد تلاش بیشتر کنه تا بتانه که یعنی در مقابل سیاست های انگلیس در افغانستان مبارزه کنه. شما این چه قسم مختصر ارزیابی میکنید که یک واقعیت است یا نه؟ من موضوعی را که دیروز شخصا با آقای خلیلزاد و سفیر ایتالیا مطرح کردم، من برای چی گفتم که بدبختی است که
ایران و امریکا رقابت هایی که دارن میدان جنگ افغانستان ساختن، هند و پاکستان سر مسئله کشمیر میدان جنگ افغانستان ساختن، رقابت هایی که بین روسیه و امریکا است، چین و امریکا است، و بالاخره رقابت هایی که بین سیاست های انگلیس و امریکا هست، میدان کارزار افغانستان است. آقای خلیزاد به او معترف بودن، گفتن ما هر دو میخواییم به توریسم مبارزه کنیم، ولی دیدگاه ها فرق میکنن. بنان با همی آمدن دیوید ملیوینس وزیر خارجه انگلیس آجل به کابل و دیدن اینا که با جناب کرزی صاحب امروز دیدن، آدم میفهمه که در منطقه سیاست ها به چالش مواجهه، بحران دیگه این منطقه را تهدید میکنه. بناش کنی است که بعد سیاست گذاری های امریکا و این انگلیس دارن که در نقشه جغرافیایی ساحه پاکستان به اصطلاح خطکشی شده، ولی قچی تا حالا نشده. آدم خیال میکنه که تا این نقشه خطکشی شده قچی در اون صورت نگیره، این بحران دوام خواهد کرد. تشکر جناب استاد. آقای اسپنتا پریروز در یک مصاحبه خود در کنفرانس خبری زیاد گفتن که اگر نیروهای خارجی و نیروهای تازه نفس که به افغانستان میه و در خطوط مرزی جایگزین نشن، ما خود ما تصمیم خود گرفتیم و نیاز به نیروهای خارجی نداریم. این حرف آقای اسپنتا رو شما چه قسم تحلیل میکنین؟ من فقط میتونم اگفی تا بگم که یک بالا میتونم رگلاف سیاسی بگم. من به این بابت هستم که شما ببینین اردو که ما داریم از جرابش گرفته تا گتسیس تا کلاه سرش امریکایی ها میتن، توانی ما نداریم. و بودجه این کشف که ما امسال داشتیم، همین وزیرهای بیکفایت ما در افغانستان تا روز 20% مصرف کرده نتنستن. ای که ما یک لاف سیاسی میزنیم که ما خود کار میگیریم، ها اگر به زور امریکایی ها دیگه بگوی ملیده گفتی، در غیر از اون ما اگر توان میداشتیم کشور خود افت میکردیم، چنانسا کشور در کشور ما نمیامد. اگر ما توان میداشتیم حد یقل بودجه این کشفی خود مصرف میکردیم، اگر ما توان میداشتیم مدیریتی را ایجاد میکردیم که مردم افغانستان از ما راضی نبود. این لافهای سیاسی است، مانارهای سیاسی است. اما وقتی جنگ در افغانستان فکر میشه، من فکر میکنم که همین طرحها یکش نخواهد موند و باز همون مردم مظلوم خواهد موند و همین بیچارگی. استاد تشکر میکنیم. من هست سوال آخر که ما یک نیم دقیقه وقت داریم، این سوال را طرح میکنم که در مطبوعات افغانستان این مسئله بالا شده که در حین زمان که آقای خلیلزاد در کنار ایاد داخل افغانستان شدن، اونا یک کمپاین انتخاباتی خود هم را انداختن برای انتخابات آینده ریاست جمهوری. شما با این مسئله عقیده هستین؟ دیر وقت که ما خداحافظی میکردیم امرای آقای خلیلزاد، آقای وحید مژده در پهلوی بود به شکلی خنده گفت که آقای خلیلزاد چطور از ریاست جمهوری کاندید است؟ یعنی او به خنده رو خود طرف نکد که آقای سیدی چی میگه. من گفتم که شما اختیار به شما هست. گفت که نیگه چی. من در کنفرانس های مطبوعاتی گفتم که من کاندید نیستم. خب ببینیم حال وقتی دیگه پا بسیار است با شما جوان های سیاسی با آدم باشه، آدم میتونه یک فکری بکنه. از این بیشتر حرفی نزد. خب پس به این معنا که یعنی آقای خلیلزاد آماده هستن تا منتظر شرایط مناسب. فقط به یک شکل خنده همراه ما گردد و از ما تقاضا کرد که توسط ایمیل و تلفن همراه ما تماس باشیم. امروز یک کسی از دفترش همراه ما تماسی داشت، یک نوشته بود، من نوشته رو به او رای کردم. ولی بسیار کوشش میکرد که با آدمایی که در کابل بعضی مسائل سیاسی رو مطرح میکنن در رادیو تلویزیون حاضر میشن، تماس خود به این مردم زیادتر کنه. یعنی من احساس کردم که علاقه من بود و روز اولم که آمده بود، روز اول که مجرد که به کابل آمد با آقای احمد ضیا مسعود معاون اول رئیس جمهور دیده بود، شام با آقای کرزی نان صرف کرده بود و صبحش هم خصوصی با چای با آقای یونس قانونی بود و امروز هم با آقای کرزی ملاقاتی داشتن و ملاقات های دارن. ولی من فکر میکنم که معلومات هم کسایی که در کانادا در تلویزیون شما آواز ما رو میشنون، با این وضع موجوده من شخصا به انتخابات کمتر باورمند هستم، البته به انتخابات آزاد و دموکراتیک. جناب سیدی صاحب، من شما نهایت سپاسگزار هستم که لحظات با ما و از طریق ما با بینندگان گرامی صحبت کردین. لطف کردید. تشکر از شما.